بنامه خدا، سلام و وقتتان بخیر. بر برنامه گفارشات از من گفر خوش آمدید. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین دارای صحت کامل باشید. دوستای عزیز، برنامه امروز را آغاز می کنیم و موضوعی را که در موردش صحبت می کنیم موضوعی هست که تقریبا جدی گرفته نشده تا اکنون و بیشتر صحبت هم بالای این مسائل صورت نگرفته، و دلیل از این که متاسفانه در اواخر مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی و در کنار مشکلات سیاسی که همیشه وجود داشته در افغانستان، مشکلات اقتصادی به اوجش رسیده و توجه همه به همین طرف است که مسئله خوب هست. دوستای خبرنگار ما هم همیشه تلاش کردن، ما هم در امید 24 همه همکارا همیشه تلاش بر این بوده که صدای مردم و هموطنهای عزیز ما باشیم و از طریق رسانه ها و برنامه های خود بتانیم کمک از سراسر دنیا برای هموطن های نیازمند ما در داخل افغانستان داشته باشیم و توجه را جلب بکنیم. از 4 ماه به این سو که طالبان به قدرت رسیدن و یا مو قدرت را در دست گرفتن در افغانستان، مشکلات مختلف دامنگیر مردم هست بوده. نرخ دلار در چند روز گذشته خیلی بالا رفته بود و تاثیر زیاده هم بالای نرخ مواد غذایی و سایر مواد هم گذاشته بود، و مردم ما که حالا زمستان هم رسیدنی هست با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم می کنن. برنامه ای را که ما امروز گرفتیم به دلیل از این مسئله، هرچند موضوعی داغ است، اما هم کارهای ما در برنامه های مختلف دیگه روی این مسائل صحبت کردن و صحبت می کنن. ما هم در برنامه های گذشته هم صحبت کردیم و انشاءالله در برنامه های آینده هم صحبت خواهیم کرد. اما موضوع دیگه که بسیار آسیب پذیر شده و آسیب پذیر بوده از شروع حکومت طالبان تا کنون، مسائل فرهنگی و هنری در افغانستان است، که در ابتدای حکومت طالبان خبرهای نشر شد مبنی بر این که بعضی از آثار تاریخی را اینا از بین بردن، بعضی دیوارها را تخریب کردن، دروازه های تاریخی را، بعضی مجسمه های تاریخی را اینا از بین بردن، در و این سر و صداها همیشه وجود داشت. در چند روز گذشته خبرهای دیگی که به ما رسیده و نشر شده ای است که طالبان در برخی ولایت‌ها رسماً مانع نشر و پخش موسیقی از طریق رسانه‌ها شدند و همچنان مانع نشر و پخش صدای زنان از طریق رسانه‌ها شدند. در کابل تعداد از بانوان در رسانه‌ها فعالیت دارند، اما بدین معنا نیست که همه مسائل در کابل خاتمه بیابه و تنها بانوان در کابل اجازه فعالیت داشته باشند و همه مسائل حل باشه. در ولایت ها، برخی از ولایت های مشخص را که ما هم یادداشت کردیم، البته یادداشت به ای کردیم که با دوستا صحبت کرده بودیم چند روز قبل خبرهایی که نشر شد، با دوستای خبرنگار ما در ولایت های مختلف تماس داشتم، بانوان خبرنگار خصوصا کسایی که در ولایت ها کار میکردن قبلا، اینا هم تایید کردن که همچین مسئله وجود داره، و حتی ما خواستم از طریق شبکه های اجتماعی ما این موضوع را پیگیری بکنم و با پرسش از طریق شبکه های اجتماعی متوجه شدم که در ولایت های مختلف، تنها ولایت بدخشان، قندوز و تخار که چند روز قبل اسم برده شده بود، این موضوع، این مشکل تنها در این 3 ولایت وجود نداره، بلکه در ولایت های مختلف این مشکل وجود داره که هموطنان ما با پیام هایی را که ارسال کرده بودن، من بعدا در جریان برنامه این پیام ها را هم به خانش میگیرم و شریک میسازم که در کدام ولایت های دیگه همچین مشکلات وجود دارد. دلیل چی هست؟
چه مشکلی دارد اگر بانوان در رسانه کار کنند، صدایشان از طریق رسانه ها نشر شود و یا هم اگر موسیقی نشر شود. یک مسئله بسیار جالب و جالبم که نه جالب دردناک و غم انگیز هست که از ولایت تخار یکی از هموطنان با ما شریک ساخته بود که او را هم در جریان برنامه امرایتان شریک می سازم. و مهمان را که ما در برنامه امروز داریم و در روی مسائل می خواهیم امرایشون صحبت بکنیم، آقای سمی درعی، خبرنگار و همچنان تحلیلگر سیاسی از کشور ترکیه با ما هستن. شما رو خوش آمدید میگم آقای درعی و برنامه. سلامت باشین رحمان سلام. بسیار تشکر از شما از فرصت را که گذاشتین. در ابتدا ما میخوایم نظر شما را در مورد ای داشته باشم که چقدر میتونن نگران کننده باشه این مسائل که مشکلات که در سایر در کنار تمام مشکلات دیگی که وجود داره در افغانستان، عدم توجه به بخش های فرهنگی و هنری که در ای اواخر هنرمندای زیاد هم بعضی حرف ها و ناگفتنی های خودشان بیان می کنند. چقدر این مسئله نگران کننده است و آینده این بخش ها را شما چگونه ارزیابی می کنید؟ به نام خدا و با سلام خدمت شما و بیننده عزیز شما. خب بدون شک روح یک جامعه، یعنی روح پویا و سیال یک جامعه، بدون شک فرهنگ و جامعه است. وقتی شما فرهنگ نداشتین، وقتی فرهنگ منحط که حداقل بر حال در پیکری فرهنگی یک کشور وجود داره، او فرهنگ که شما متاسفانه یا نادیده میگیرین و یا ایست که حداقل به او حرمت نمیگذارین، معنایش ای است که شما فاقد فرهنگ هستین و به فرهنگ اصلا ارجی نمیگذارین. متاسفانه اینا به فرهنگ به عنوان یک پدیده منحط میبینن و رفتار میکنن و فرهنگ جزء از متاسفانه داشته های خودشان یا داشته های یک کشور، داشته های اجتماعی یک کشور نمیپندارن. اصلا اینا فرهنگ به معنای داشتن ترقی، داشتن پویایی، داشتن سیالیت در روح بشری میدانن و هر قدر که با فرهنگ اینا خودشان بیشتر نزدیک بسازن، به ما اندازه تصور میکنن که گویا از امو مسیری را که از نظر ایدولوژیک در ذهن خود پروردن از او به دور میرن. به این خاطر اینا با فرهنگ متوانه همیشه یک نوع دشمنی ایدولوژیک دارن و این دشمنی ایدولوژیک باعث شده که همونطور که شما گفتین پیکره ها و تندیس های هنری و فرهنگی را اینا از هم بپاشانن، از بین ببرن. موسیقی را که روح، یعنی غذای روح یک جامعه است، او را از بین ببرن و به قول نمو شاید سخنگویشان که تصور میکرد که باید فرهنگی ها یا هنرمندان افغانستان به تغییر مسلک رو بیارن، یعنی اگر هنرمند هستن برن یک مسلک دیگر انتخاب کنن. ای کاش که برای خود از اینا کسی بگویه که خب وقتی شما ملا هستین چرا خودتان از ملایی دست نمیکشین. به این لحاظ متاسفانه ما در یک وضعیت بسیار بسیار بد از نظر فرهنگی قرار داریم که نمیشه رویش حتی بحث کرد، برای اینکه هیچ امیدی و هیچ انتظاری از یک گروه تروریستی و از یک گروه قبیله‌گرای قرونستایی نمیتونه داشته باشیم. به این لحاظ متاسفانه ما فقط برای مرگ سهراب گریه میکنیم، برای مرگ فرهنگ گریه میکنیم، اما به هیچ وجه کاری کرده نمیتونیم برای اینکه این گروه تروریستی از همونطور که از نامش پیداست نه به صدای مردم افغانستان لبیک میگن و نه به صدای مردم جهان. بله، در ایسای به قسم که شما هم اشاره کردین که این گروه از هنرمندان که در بخش های مختلف هنری فعالیت دارن خواستن که به تغییر مسلک رو بیارن. ما شاهد از یه هستیم که تعداد زیاد از هنرمندان افغانستان را ترک کردن، کسایی که هم در افغانستان هنوز باقی ماندن اینا
در حال حاضر هیچ نوع فعالیت هنری ندارند. چقدر نگرانی از خطر و یا همون نابودی بخش هنری در افغانستان میتونه محسوس باشه؟ ما تلاش بری کردیم که یکی از علمای دین را هم و یا هم یکی از هنرمندان را با خود داشته باشیم در برنامه، که در برنامه بعدی هم خود تلاش میکنیم که داشته باشیم. از این بخش ها هم همه نظر شما را هم میخوایم داشته باشیم در این مورد. خب یقینا وقتی ما فعالیت های فرهنگی نداشته باشیم، وقتی فعالیت های هنری نداشته باشیم، از یک سو ما بعد به پیشرفت و ترقی و بر نوآوری و ابدیت شدن فرهنگ و به ابدیت شدن هنر بدون شک زیاد انتظار نمیتونیم، چون هر قدر که ما با این پدیده کار داشته باشیم، هر قدر که به پویایی و به تحرک این پدیده تلاش بکنیم، به ما اندازه ما به دستاوردهای بیشتر و به اکتشافات بیشتر نائل میشیم. ولی وقتی به چونی پرداخته نشه، بدون شک این پدیده یک پدیده ایستا و پدیده کاملا غیر متحرک باقی میمانه و این متاسفانه خود به خود به مرگ فرهنگ و به مرگ هنر می انجامه. به این لحاظ من فکر می کنم که ما هنرمندایی داریم امیل در افغانستان که متاسفانه اینا همیشان در یک وضعیت بسیار بد تا از نظر روانی قرار دارن. اینا کاملا در یک وضعیت پنهانی به سر می برن، به هیچ وجه اینا صدای رسای خود رو شانه نمی تانن بیرون بکشن، به هیچ وجه نمی تانن که حتی چیری خودشان به وضاحت به طالب به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آوازخوان و آهنگسرا اینا معرفی بکنن. اینا فکر میکنن که گویا تمام اون فصلی که اینا میتونستن فریاد بکنن، مردم را به شور و شادی و به شف در بیارن، این دیگه تمام شده و پایان یافته و فکر میکنن که گویا خودشان به هر حال به فصل سرمای از فرهنگ و هنر تقریبا نزدیک شدن. به این لازمه تصور ما ای است که متاسفانه ما در افغانستان دیگه حالا داریم به یک وضعیت کاملا خطرناک از نظر فرهنگی و هنری مواجه هستیم و بسیار بسیار خوب است که خوشبختی البته در ای است که یک تعداد زیادی از هنرمندا، شاعران، نویسنده ها و آوازخوان های ما کشور را ترک کردن و در بیرون هستن. به هر حال کسایی که در بیرون هستن حداقل شاید انتظار ما و توقع مردم افغانستان از اینایی باشه که اینا فعالیت هایشان بیشتر بسازن، دوچند بسازن و تلاش بکنن تا حداقل با تشکیل اتحادیه، با تشکیل انجمن ها و با تشکیل یک گروه خودمانی هنری حداقل بعد حرکت های تازه مدنی و به حرکت های تازه هنری دست پیدا بکنن. اینا تلاش بکنن تا با جمعی از شاعرها و نویسندگان در تماس باشند تا بتانند که اینا هم از نظر معنوی و از نظر شعر و از نظر ترانه سرایی اینا را کمک بکنند، اینا را بتانند که یک تعداد از دوستان و دوستداران هنر در اروپا و امریکا و کانادا کمک بکنند تا از نظر مالی اینا به هر حال در سر پای خود بیستن و واقعا استفاده شون و یک انقلاب فرهنگی و هنری را برا بیاندازن تا سیلی محکمی بر روی این قرون وسطاییان افغانستان زده شود. اگر قرار باشه که اینا همچنان در اندوه یا در غم هنر و فرهنگ افغانستان مثل ما واری مویه بکنن و گریه بکنن و در جای خودشان سکوت بکنن، من فکر میکنم که یک سیلی محکم اینا خودشان هم بر روی هنر زدن. توقع ما واقعا از هنرمندانی که در بیرون افغانستان هستن، چی آوازخوان، چی رسام، چی خطاط، چی سینماگر و هر هنرمند دیگری که در هر عرصه کار میکنن، اینا فعالیت هایشان را بیشتر بسازن، اینا گروپ های در تماس ایجاد بکنن و واقعا با خودشان را با فرنگیان، با ادیبان، با شاعران، نویسندگان گره بزنن و برن به کارهای تازه‌تر، به حمایت های مالی، به هر چیز دیگر متوسل بشن تا
بتانند که واقعا یک دستاورد خوب بره و یک انکشاف را در و رونق را در کارهای هنریشان ایجاد بکنند. به هر حال انتظار مردم افغانستان بله یقینم که انتظار مردم افغانستان هم همی است و امیدوار هستیم که همچنین فعالیت های هنرمندای عزیز ما در هر بخش از هنر که فعالیت دارند در خارج از کشور فعلا زندگی میکنن همچین حرکت های را داشته باشند. در کنار من نشر موسیقی در رئیس های متاسفانه در برخی ولایت ها مانع نشر و پخش صدای زنان هم از طریق رسانه ها شدن. چقدر این نگران کننده است؟ محو نیم پیکر جامعه، محو صدایشان، خاموش ساختن صدایی از اینا. رسانه در حال حاضر یگانه منبعی است که زنان میتونن از طریقش صدا بلند بکنن و به جهانیان صدای خود را برسانن. تنها کابل اینا باز هم به نظرتان موفق به این خواد شدن که به چشم دنیا خاک بزنن و مثال از چند بانویی که در کابل در رسانه و فعالیت دارن را اینا به جهان نشان بدن که گویا ما تغییر کردیم، ما مانع فعالیت های زنان و مانع کار زنان در رسانه ها نمیشیم و همچین مسائلی. خب ما امیدوار هستم که جهان در این قسمت واقعا برخورد سیاسی نکنه و واقعا برخوردشان یک برخورد انسانی و برخورد حقوق بشری باشه. متاسفانه اکثرا دیده شده که جهان همیشه نگاه سیاسی نسبت به افغانستان داشته و بازیگران منطقه‌ای و بازیگران سیاسی جهانی هم همیشه توجهشان نسبت به منافع خودشان در تمام عرصه ها بوده. به این لحاظ اگر قرار بشه که واقعا یک نگاه انسانی و نگاه حقوق بشری نسبت به این مسئله باشه و نگاه آزادمنشانه نسبت به این مسئله وجود داشته باشه، مطمئنا که جهان میدانه که به هر حال گزارش هایی که از بلخ و از تخار و بدخشان اینجا بیرون شده اینا گزارش های واقعا تکان دهنده است. وقتی شما در یک مسجد نماز خداوند فرض خداوند را به 200 افغانی به فروش میرسانین، بدون شک نه که یک دغدغه بسیار بزرگ حتی در عرصه دینداری باشه که اینا از خودشون بجا گذاشتن و تجربیات بسیار تلخ و بدی را در تمام عرصه ها و شؤون زندگی انسانی اینا دارن تجربه میکنن و پیاده میکنن. به این لحاظ من فکر میکنم که به هر حال مردم افغانستان متوجه تمام عملکردهای این ظالمان در افغانستان خواهند بود و به هیچ وجه نمیشه که گذاشتن 2 یا 3 بانویی را در 3 رسانه مشخص که اونم بیشتر مربوط به زبانشان فرهنگ خودشان است او را اینا سند و مدرک قرار بدن برای اینکه گویا اینا تغییر کردن. به هیچ وجه اینا تغییر نکردن، اینا اعمالشان یک اعمال غیر انسانی است و نگاهشان نگاه فاشیستی است بیشتر و با یک نگاه فاشیستی و اعمال زبونانی که اینا در عرصه هنر فرهنگ و رسانه دارن بدون شکی به هیچ وجه قابل پوشش بر هیچ کس نیست. تنها انتظار ما از جهانی است که جهان واقعا نسبت به تمام مواردی که اینا حداقل در پیش رو دارن و دارن به مردم افغانستان و به مردم جهان به هر حال با یک تردستی و با یک ترفند میخواین که به چشم مردم بزنن و او را وارونه جلوه بدن، نگاه اینا واقعا یک نگاه انسانی باشه و نه نگاه سیاسی. در غیر از او عملکرد طالبان تا حال را یک عملکرد انسانی نبوده، عملکردشان کاملا خلاف تمام موازین حقوق بشری و خلاف در جامعه بوده. اینا متاسفانه همیشه با 2 چهره و با 2 صورت همیشه بازی کردن، اما طور که الهام گرفتن از ولی نعمتانشان در پاکستان امیر قم در افغانستان آمدن با ترفندها و با یک نوع سیاست دوگانه بازی میکنن. از یک سو میگن که ما جهان ما با شما هستیم و در کنار شما هستیم و مطابق میل شما حرکت میکنیم، از سوی دیگه میرن متاسفانه چرا که ناروا در افغانستان انجام میدن. اینا نه تنها نسبت به زنان افغانستان که خودشان از یک مادر زاده شدن و خواهر دارن و
همسر دارن، متاسفانه حتی نسبت به اونا نگاه شیواره دارن و نگاه کنیزواره دارن. همونطور هم متاسفانه از نظر فرهنگی و از نظر دینی هم تصورشانی است که زن یعنی مزرعه که در قرآن ازش ذکر شده که هرچی که گویا کشت بکنن در خدمتشان باشه. با این نگاه و با این نوع سلیقه فکری طالبان به هیچ وجه نمیتونند که تغییر هم بخورن. طالبان هر چقدر که دروغ بگویند که گویا تغییر خوردن، من مطمئن هستم که این یک ترفند است و یک دروغ بزرگ است که برای مردم افغانستان و برای جهان میزه، برای که اصول را که طالبان با او آمدن قدرت را غصب کردن و تصاحب کردن، این اصول اصول دینی است و اصول ایدئولوژیک است که این به هیچ وجه قابل تغییر نیست. اگر قرار شود که طالب بیاید و بگوید که ما تغییر کردیم به زن اجازه میتون، خب به این معناست که طالب به هر حال نسبت به اصولش فراتر گذاشته و آمده از تمام موازین دینی و اعتقادیشان اینا خودشان کنار گذاشتن که این امکان نداره. جهان نباید اینقدر سبکسرانه و سطحی نگرانه نسبت به این مسئله برخورد بکنه. مردم افغانستان همچنان بسیار خوشباور نسبت به این مسئله نباید باشه. امروز ما شاهد امروز دیروز و روزهای گذشته شاهد تظاهرات زنها در خیابانهای کابل بودیم. شما دیدین که متاسفانه طالب با تمام وحشت نسبت به اونا برخورد کرد. شما دیدین که دست خانم را که در یک موبایل بود و داشت فیلم برداری میکرد دستش شکستان. حتی دست زدن یک فکر کنم تماس در رئیس با ما قطع شد و همکاری ما تلاش میکنن که دوباره در رئیس با ما وصل بسازن. موضوعات زیاد باقی مانده که در موردش صحبت بکنیم. ما حالا پیام هموطنهای ما را که از طریق پرسش را که من از طریق شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بودم و هموطنهای ما پاسخ دادن در ولایت‌های مختلف از جمله خبرنگاران عزیز ما، من امرایتان شریک می‌سازم. اولین گزارش را که در این مورد نشر شد چند روز قبل بود، حدوداً 4 یا 5 روز قبل بود که گفته شده بود که در ولایت های بلخ، تخار و جوزجان نشر صدای زنان و موسیقی از طریق رسانه ها منع شده و یا منع قرار داده شده که این مسئله را و بعدن هموطنهای ما در ولایت غزنی یکی از هموطنان ما گفتن که در ولایت غزنی هم همچین مشکل وجود داره. هیچ خانم اجازه فعالیت در رسانه را نداره. موسیقی هم اجازه نیست که سریق رسانه ها نشر و نه تنها صدای خبرنگاران زن بلکه صدای هیچ زنی از سریق رسانه ها اجازه نیست که نشر شود. هموطن دیگه ما پیام گذاشته بودن که در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر هیچ رسانه حق نداره که صدای دختران را پخش کند و همچنان موسیقی هم نشر نمیشه. هموطن دیگه ما از کندوز هم پیام گذاشتن که در کندوز هم اجازه نیست که صدای زنان نشر شود و یا هم موسیقی نشر شود. از ولایت تخار، البته ولایت جوزجان، یکی از خبرنگاران عزیز ما هم یکی از بانوان خبرنگار که قبلا خبرنگار بودن در ولایت جوزجان اما فعلا متاسفانه وظیفه‌شون را از دست دادن و اجازه فعالیت ندارن. خود از اونها هم اینا گفتن که در جوزجان اصلا اجازه نیست که زنان کار بکنن در رسانه ها و هم موسیقی نشر شود. و موضوع دیگه که از ولایت تخار یک تن از بانوان خبرنگار با ما شریک ساختن که این بانو هم من حالا نمیتونم اسمشون را ذکر بکنم به دلایل امنیتی از اونا که در داخل افغانستان زندگی میکنن از ولایت تخار. اینا قبلا در ولایت خبرنگار بودن و فعلا گفتن که نه تنهایی که زنان نشر و پخش صدای زنان از طریق رسانه ها منع قرار داده شده
و نشر رو پخش موسیقی از طریق رسانه ها منع قرار داده شده، بلکه حتی اگر در خانه ها هم، اگر کسی در داخل منزل خود یا در داخل خانه خود هم موسیقی را با آواز بلند پخش بکنه و یا موسیقی را با آواز بلند بشنوه، طالبان پشت در منزلشون میایه و صاحب خانه را مجازات میکنه. که بعدا ما از این خبرنگار عزیزمو پرسیدم که چه مجازات، مثلا اینا کسی در داخل منزل خود موسیقی میشنوه بعد پشت درش میاین، صدای موسیقی اگر بلندتر باشن کمی اینا پشت دروازه میاین و صاحب خانه را گفتن مجازات میکنن. من گفتم چه مجازات میکنن؟ گفته برخورد فیزیکی میکنن، خشونت فیزیکی و حتی زندان. گفتن که موارد هم وجود داره که کسان در داخل منزل موسیقی میشنیدن با آواز بلند. خب که هر کسی در داخل منزل خود، داخل خانه خود حق داره که چون حریم خصوصیش است موسیقی میشنود، تلویزیون میبینه، حرف میزنه و یا هر فعالیت دیگه میداشته باشم داخل منزلش. اما در ولایت تخاری هم همکار عزیز ما، همکار رسانه‌ای ما گفتن که این موارد وجود داشته که حتی صاحب خانه را به زندان انداختن در بعض منزل ها که موسیقی و آواز بلند میشنیدن. برخورد های فیزیکی که یک مسئله بسیار عادی هست و این کار همیشگی این گروه بوده در حکومت قبلی شان، هم در سالهای گذشته هم که اینا در قدرت بودن برخورد های فیزیکی و این مسائل را داشتن و هموطن های ما را لطوکوب و اینا میکردن و ای که به خاطر شنیدن موسیقی به زندان بیاندازن، این یک مسئله بسیار تکان دهنده است و موضوع عادی نیست که گذرا اثرش بگذاریم و نظر گذرای داشته باشیم. این مسئله واقعا نگران کننده هست. حتی حق موسیقی شنیدن هم از مردم در داخل منزلش گرفتن میشه. این مسئله تنها موضوعی از این نیست که موسیقی تنها موضوع موسیقی باشه که حالا چند کسان دیگه و یا چند فرد دیگه که هم نظر و هم عقیده این گروه هستن بعض طرفداری های میکنن و بعض توجیه های میکنن که بله در قرآن هم گفته شده که موسیقی حرام است، در اسلام گفته شده موسیقی حرام است. موسیقی این مسئله تنها موضوع موسیقی نیست، موضوع حریم خصوصی و حمله و یا تجاوز به حریم خصوصی افراد است. حتی در داخل خانواده خود، در داخل خانه کسی اجازه ایره نداره که موسیقی بشنوه و یا در داخل خانه اجازه از ایره نداره که زندگی بکنه و یا هر نوع راحت کار خود را پیش ببره. مسئله زنان هم که همیشه نگران کننده بودم، موضوعی را که در ای صاحب هم اشاره کردن در مورد تظاهرات، ما شاهد از این بودیم که در چند روز گذشته بانوان تظاهرات کردند که از طریق برخی رسانه هایی که کنترل 100% این رسانه ها در دست طالبان هست، اجازه نشر تظاهرات بانوان دادن نشده. اما بانوان از طریق تلفن های همراه خود این تظاهرات خود را فیلم گرفتن، عکس گرفتن، با رسانه های بیرون و برای خبرنگاران و دوستان در بیرون از کشور ارسال میکنن که یک موضوع تو خوب است و از طریق ما هم میتونیم که نشر بکنیم و پیام بانوان را برسانیم به دنیا. ولی ما شب گذشته که به وقت کانادا شب گذشته که روز بود در کابل، یک تن از افراد طالبان در یک رشته توییت ای بانوان را تهدید کردن و مشخصا از یکی از بانوان هم اسم برده بودن که واکنش های زیاد را برانگیخت و این واکنش را هموطنهای ما در گوشه و کنار دنیا واکنش های
شدید نشان دادن. افرادی که هم نظر و هم عقیده با این گروه هم بودن، پیام های زیاد در سیر پست در پست اون فرد گذاشته بودن و البته به نشانی حمایت از ای افراد و یا گروه طالبان، ولی واکنش های زیاد هموطن های دیگی ما داشتن و بسیاری از مردم گفتن اگر بلای بالای هر یکی از این خانم ها و مخصوصا اون بانویی که افراد طالبان اسم برده بود، اگر هر بلایی به سر اونا بیاید یا هر مشکل برشان ایجاد شود، مسئولش همین افراد طالبان هستند. موضوع این موضوع هم نگران کننده هست و از این طریق میخواین از طریق محو صدا و محو فیزیکی بانوان میخواین که با صدای بانوان خفه بسازن و از طرف هم اینا ادعا میکنن که زنان در کابل اجازه فعالیت دارن. کابل تنها نمیتونه که مثال ای باشه که زنان یا مثال تمام زنانی که در افغانستان زندگی میکنن باشن. یک بار به ولایت ها اگر سر بزنیم، در ولایت ها مشکلات بسیار جدیتر و زیادتر دیده میشه. زنان در بخش های مختلف اجازه فعالیت ندارن و وظایف خود را از دست دادن. زنان شغل در کابل هم در بسیاری بخش ها، حتی ما شاهد ازی بودیم که چند روز قبل دیدیم که یک تن از استادان لیسه حبیبیه که بانو هستن، اینا رو آوردن و موچیگری. خب هر کار به نحو خودش کار مقدس هست، اما کسی امروز حتی معلم اجازه فعالیت را نداره، معلم زن، چه برسه به این که کسی که خبرنگار بوده در رسانه های اجازه فعالیت داشته باشه، چی که کسی بانویی که فعالیت های مدنی داشته و یا در دفاتر بگی کار و فعالیت داشتن. کابل چند بانوی در چند رسانه محدودی که فعالیت داره، این نمونه از این نمیتونه باشه که زنان افغانستان هیچ مشکل ندارن، زنان افغانستان حقشون اصلا ضایع نشده و در بخش مختلف اینو کار میکنن. در ولایت های بزرگ حتی از ابتدای که اینا گروه طالبان قدرت را در دست گرفتن، ما با یکی از بانوان خبرنگار در ولایت هرات صحبت داشتم، یک برنامه ما داشتیم و از امو ابتدای به قدرت رسیدن اینا در ولایت های غربی، حتی هرات که بزرگترین ولایت در غرب کشور هست، بانوان اجازه فعالیت در رسانه را از همون ابتدا از دست داده بودن، از ابتدای حکومت اینا. و بعدا هم بعض نرمش هایی را که اینا نشان دادن، حالا حتی اگر ظاهری بود، اما دیگه هیچ بانوی اجازه فعالیت در رسانه را و هیچ بانوی خبرنگار دیگه اجازه زیر دریافت نکردن که به کارشان برگردن. بسیاری از بانوان در هر بخش که کار میکنن نانآور خانوادهشان هستن. در طول امی 20 سال گذشته بی سرپرست همی گروه اینا را بی سرپرست. امروز دست بسیاری از کسان و تعداد بانوانی که دست به تگدی و یا موکدویی میزنن به مراتب بیشتر شده. اینا ترجیح میدن که زنان تگدی بکنن، اما نباید برن کار بکنن و مزد داشته باشن کار که در گذشته داشتن در بخش های مختلف در هر اداره که کار میکردن. ترجیح میدن که اینا کار نکنن، از دانش خود، از توانایی خود، از فهم خود در اون راستا استفاده نکنن، اما برن گدایی بکنن. این در گدایی کردن بانوان اینا هیچ مشکل ندارن و دست دراز کردن بانوان بر سر خیابان ها که به طرف هر کس دست دراز بکنن اینا هیچ مشکل ندارن. شاید هم این نظر داشته باشن که همین حقشون هست و از این بیشتر نباید زن بیشتر چیز داشته باشه و کار بکنن. اما ما خوشحال هستیم بانوهای عزیزی که در افغانستان هستن
که تعدادشون هم هر روز بیشتر میشه. اینا دست به تظاهرات میزنن، صدا بلند میکنن، حتی به قیمت جانشون تهدید شدن، تهدید میشن، مشخصا ازشون نام برده میشه. از که مشاهده نه تنها ایوانوی را که اینا در این اواخر اسم بردن، در چند وقت گذشته هم ما شاهد بودیم که از برخی از بانوان اینا مشخصا نام برده بودن و تهدید کرده بودن. حتی لست از بانوان در رسانه های اجتماعی نشد که لست را افراد طالبان تهیه کرده بودن از بانوان مختلفه که مورد تهدید بودن و و میخواستن که اینا را به طور فیزیکی هم محو بکنن، تلاش کرد، اما این عنوان تسلیم نشدن و قابل افتخار هست. و ما در کسانی که در خارج از کشور هم، چه مردان و چه زنانی که در خارج از کشور هم زندگی میکنن، هم صدا و هم نوا با این عنوان هستیم. اینا در جاده ها هم روزه مخصوصا در کابل بیرون میشن، حق کار، حق آزادی خود را میخواهند، صدا بلند میکنند که تا دنیا ببینه و دنیا به شکل های و یا با زنان، مثلا زنان از این سیاست از اینا جدا باشه، مثلا فرهنگ و هنر از سیاست های از اینا جدا باشه که متاسفانه نبوده تا کنون و از این لحاظ مشکلات زیاد وجود داشته و داره و دامنگیر مردم افغانستان هست. مازم خورن خواهش میکنم که تصاویر از تظاهرات چند روز قبل امی روزهای گذشته بانوان که در کابل تظاهرات را انداخته بودن را هم نشر بکنم که چندین بار نشر کردن و ببینیم که تعداد از این بانوان زیاد است و در خیابان ها حتی اگر حق فعالیت و تظاهرات فعالیت های مدنی ازشان گرفته میشه، بانوان در داخل خانه های خود تظاهرات براه میدازن، شعار میتن، در داخل خانه های خود تصویر برداری میکنن و به رسانه های بیرون و همکاران دوستان از بیرون از کشور میرسانن تا صدایشان از ما از طریق رسانه های خود یا نه تنها کسانی که خبرنگار هستند در رسانه فعالیت داریم، بلکه دیگر سایر دوستان هم صدای از اینا را به کشورهای مربوطی که زندگی می کنن برسانن تا از طریق فشارهای سیاسی هم که شده اینا را ناگزیر به این بسازن که حق بانوان را سلب نکنن. سلب که خداوند علمای دین اسلام ما ملا و تمام مولوی صاحبای عزیز احترام قائل هستیم، چون دین اسلام بر اونا قائل شده و اونها را خداوند جایگاه مقدسی مساجد و منبرها را برشان انتخاب کرده، گفته ما میگیم به اونا پیشنهاد میکنیم بروند در منبر بشینن و مردم را هدایت بکنن. بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث کنترل ارز و بحث روابط بین المللی، اینها مسائلی هستند که باید به اهل کار سپرده شوند، کسانی که تحصیل کرده هستند، کسانی که متخصص هستند، کسانی که قدرت تصمیم گیری در این راستا را دارند. و من باید خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان میخوام بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروهی طالبان بپذیرند. شاید کسانی چند نفری که در راست تصمیم گیری اینها و در راست حکومتشان هسته شاید تمثیل بکنن پذیریش زنها را و اندک سهمی بر حکومت ناقصشان برای زنها قائل بشوند، ولی این زیر دستای اینها، کسانی که ما در خیابان ها میریم اعتراض میکنیم و هر روز از پشت ما روان هستند، منظورم از این کسایی هستند که چوب سوخت بودن و همیشه کشته شدن و هدف اصلی و بزرگاش را نفهمیدن، اینها هیچ وقت گپ بزرگای خود قبول نمی کنن، چون 20 سال است با این انگیزه می جنگند که به قدرت برسند و زنان افغانستان در چارچوکاتی کنن که خودشان می خواهند. و او زمان است که خود امی افسرهای طالب در مقابل بزرگاشا استاد میشن و در او زمان ما طالبان طالب تر از طالبان در افغانستان خواهیم داشت. بله، دقیقا حرفایی را که این باروی عزیز گفتن کاملا بجا جای اونا منبر و فعلا که قدرت را در تمام ارزها اینا به دست گرفتن و همچی مسئله را نمیتونن بپذیرن و نمیپذیرن که
جایگاهی از اونا در کجا هست، اینا کار به اهل کار سپرده شد و فقط بر همین خوشحال هستن که ملا صاحب فلانی وزارت فلان وزارت را در وزیر فلان وزارت شده، از این ریاست و این کار به اهل کار سپرده نشد. به هر حال وقت برنامه ما هم رو به اختتام هست. در این سبب متاسفانه مشکل اینترنتشون مشکل داشت، ما متاسفانه نتونستیم دوباره با اونا تماس برقرار بکنیم. به هر حال در برنامه های آینده اینا را و سایر تحلیلگران را خواهد با خود داشتیم و روی این مسائل هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. با برنامه های آینده که در خدمتتان قرار میگیریم همیتان به خداوند میسپارم. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.